سایه در چهره های مختلفی خودش را نشان می دهد. ترس، خصت، عصبانیت، کینجویی، شرارت، خودخواهی، عوام فریبی، تنبلی، سلطجویی، خصومت، زشتی، نالایقی، بیارزش بودن، ضعیف بودن، انتقادی بودن، قضاوت کردن و غیره. این فهرست همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع بخش های تاریک وجود ما، مثل انباری میماند که تمام این جنبه های غیر قابل قبول ما، تمام آن چیزهایی که تظاهر می کنیم نیستیم و تمام آنچه وجود ما را احاطه کردند در خود جای می دهد. اینها صورتهای مختلف زندگی ما هستند که نمی آنها را به خود و دنیای اطراف نشان دهیم. هر آنچه ما از آن نفرت داریم یا در مقابلش مقاومت می کنیم در زندگی رخ می دهد و ارزش های احساسی ما را سست می کند. وقتی ما با بخش های تاریک وجودمان روبرو شویم به طور غریزی در اولین گام می از ما دور شوند و در گام دوم با چانه زنی و توجیه می خواهیم ما را ترک کند. بسیاری از ما با صرف وقت بسیار زیاد و هزینه تلاش می کنیم که این کار را انجام دهیم. ولی از قضا این جنبه پنهان زندگیمان که آن را ترد می کنیم باید خیلی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وقتی بخش های از زندگیمان را که دوست نداریم کنار بگذاریم در واقع ندانسته تمام گنجینه های ارزشمند خودمان را حبس کرده ایم. بنابراین این محبت ها در جایی پنهان می شوند که کمتر انتظار می رود پیدا شوند. آنها در تاریکی پنهان شدند. این گنجینه ها معیوسانه تلاش می کنند که آشکار شوند و مورد توجه ما قرار گیرند. ولی ما با شرایطی که به وجود می آوریم آنها را به کنار می زنیم. درست مثل توپ های بزرگ ساحلی که زیر آب نگه داشته می شوند و با برداشتن فشار از روی آنها به سطح آب می آیند. با کتمان این قسمت از تاریکی های درونمان انرژی روانی بسیار زیادی صرف می کنیم تا آنها را زیر سطح نگه داریم. شاعر و نویسنده بزرگ رابرت بلای سایه را اینطور تعریف می کند. سایه کوله باری نامرئی است که ما آن را حمل می کنیم و همچنان که بزرگ می شویم تمام جنبه هایی را که برای ما دوستان و خویشاوندانمان قابل پذیرش نیستند در آن جای می دهیم. بلای معتقد است که ما در چند دهه اول زندگیمان این کوله را پر می کنیم و در بقیه عمر تلاش می کنیم که هر آنچه را در کوله ما گذاشته ایم برای سابق تر کردن بار خود از آن بیرون بریزیم. بیشتر مردم از روبرو شدن با قسمت های تاریک زندگیشان واهمه دارند در, صورت در, صورتی که در همین تاریکی هاست که می توانید به شادمانی و رضایتی که در سالها در, در, آرزوی آن بودید برسید وقتی زمانی را صرف شناخت وجود کامل خود کنید در واقع درهای آگاهی حقیقی را به روی خود باز می کنید یکی از دامهایی که در اصر اطلاعات وجود دارد بیماری من این را می دانم است. این گونه دانستن انسان را از توجه عمیق از توجه عمیق قلبی باز می دارد. کارهای سایه ذهنی نیستند. در واقع آنها سفری از ذهن به قلب انسان هستند. بسیاری از مردم که در صدد ارتقای معنوی خیش هستند عقیده دارند که تمام مراحل را طی کردند ولی هنوز نمیتوانند با بعضی از حقایق با بعضی از حقایق راجع خودشان روبرو شوند بیشتر مردم آرزو دارند نور را ببینند و در بالاترین بخش وجود خودشان زندگی کنند ولی ما بدون یک پارچه کردن وجودمان بیهوده در این کار سعی می کنیم. هیچ کس بدون شناخت از تاریکی به نور حقیقی دست نخواهد یافت. هر کدام از ما باید برای رسیدن به حقیقت درونی خیش تلاش کنیم. چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید. تاریکی دروازبان درواز آزادی حقیقی است. اگر انسان هستید پس حتما سایه هم دارید و اگر قادر نیستید آن را ببینید می توانید از اقوام و همکارانتان سوال کنید. آنها به شما خواهند گفت ما گمان می کنیم که نقاب هایمان درونی ما را مخفی می کنند. اما مواردی را که در وجود خود نمی در نامنتظرترین لحظات سربر می آورند و اعلام وجود می کنند. استقبال از, جنب... از جنبه از وجودتان یعنی دوست داشتن آن. اجازه دهید که در کنار دیگر جنبه های زندگی شما وجود داشته باشند. و لازم نیست که آنها را بیشتر یا کمتر از بخش دیگر وجودتان بدانید. کافی نیست. بگویید من سلطهجو هستم. ما باید ببینیم که این کنترل که این کنترل چه چیزی به ما یاد می دهد. چه هدیه برای ما خواهد داشت. و باید قادر باشیم که آن را از سر احترام و شفقت درک کنیم. بسیاری از ما تحت تاثیر این فکر هستیم که برای الهی بودن باید انسان کاملی باشیم. این اشتباه است. در واقع حقیقت عکس این مطلب است. الهی بودن یعنی کمال و کمال یعنی ترکیبی از هر چیزی مثبت و منفی، خوب یا بد، قدیس یا شیطان. وقتی برای شناخت سایه ها و محبت های آن زمان صرف کنیم تازه متوجه می شویم که منظور یونگ از پیدا کردن طلا در تاریکی چه بوده است. هر کدام از ما نیاز دارد که این طلاها را پیدا کند و دوباره با ترسهای های درونیش متحد شود. وقتی بچه بودم به من گفته بودند که فقط دو نوع آدم در دنیا وجود دارد. آدم خوب و آدم بد. بنابراین من هم مثل بیشتر بچه ها سعی می کردم کارهای خوب انجام دهم و کارهای بد را پنهان کنم. ناامیدانه می آن بخش وجودم که مورد پذیرش مادر، پدر، خواهر و برادرم نبود راحت شوم. همچنان که رشد می کردم و با افراد بیشتری که عقاید مختلف داشتند آشنا می شدم فهمیدم که حتی بخش های بیشتری از خودم را باید پنهان کنم. یک شب که در بسته هم دراز کشیده بودم از خودم پرسیدم که چرا من دختر بدی هستم؟ چطور ممکن بود بتوانم چنین کارهای نفرت انگیزی انجام دهم؟ همچنین در مورد خواهر و برادرم هم, هم نگران بودم. آنها هم عیوب بسیاری داشتند. هر وقت هر کدام از ما ضعف نشان میداد به زحمت میافتاد به من گفته بودند همه آدم هایی که در زندان شهر هستند صفات بدی داشتند که الان آنجا میخواستم مطمئن شوم زندگیم به جای نمیرسد، که خانواده و دوستانم را از پشت میله های زندان ببینم بنابراین فکر کردم بهتر از تکه های نامطبوع زندگیم را از دیگران پنهان کنم تا مرا دوست داشته باشند و محبوب آنها باشم که گاهی به معنای دروغ گفتم بود مثلا وقتی دندانهایم را مسواک نکرده بودم به دروغ میگفتم که این کار را کردم وقتی بیشتر از سهمی که از شیرینی برایم گذاشته بودند میخوردم به دروغ میگفتم به اندازه سهمم خوردم یا وقتی خواهرم را کتک می زدم به دروغ می گفتم کار من نبوده است. آن موقع سه چهار سال بیشتر نداشتم و حتی معنی دروغ را نمی دانستم ولی به خودم هم دروغ می گفتم. به من گفته بودند عصبانی نشوم، خودخواه نباشم و جنسی نکنم، تمکار نباشم. نکن پیامی بود که آن را ملکی ذهن کرده بودم. کم کم داشت باورم می شد که من آدم بدی هستم چون گاهی عصبانی می شدم و گاهی هم بد جنس بودم و شیرینی بیشتری می خواستم. عقیده داشتم که برای بقا در این دنیا و این زندگی باید از شر این حوست ها خلاص شوم. بنابراین به آرامی آنها را به گوشه از ذهنم میراندم و این صفات بد و این صفات بعد سایه من شدند و هرچه بزرگتر می شدم آنها را عقبتر میراندم و همینطور که بزرگتر می شدم آنها را از خودم دورتر می کردم. وقتی به نوجوانی رسیدم آنقدر بخش های از وجودم را حبس, حبس کرده بودم که به بمب ساعتی متحرک تبدیل شده بودم و منتظر بودم روی کسی که سر راهم قرار می گیرد منفجر شوم حتی تمام نکات مثبتم سایه من شده بود هرچه بزرگتر می شدم آنها را عقبتر می راندم هیچ وقت نتوانستم زیبایی های درونی خودم را احساس کنم زیرا همیشه مشغول پنهان کردن زشتی های خودم بودم هیچ وقت سخاوت و بخشندگی را احساس نکردم چون همیشه سعی می کردم تمعکاری را بپوشانم در مورد اینکه چه کسی هستم دروغ می گفتم در مورد اینکه قابلیت چه کارهایی را دارم باز به خودم دروغ می گفتم دسترسی به توانایی هایم را از دست داده بودم آنقدر مشغول سرکوب کردن خودم بودم که هیچ فرصتی به دیگران نمیدادم که عیوب و نقصهایشان را بروز دهند دیگر تحمل نداشتم و راجع به همه چیز قضاوت می کردم. تا جایی که به من مربوط بود، هیچ کس به قدر کافی خوب نبود و دنیا جایی وحشتناک بود و همه ی آدم ها بد بودند. اعتقاد داشتم که که به دلیل به دنیا آمدن در خانواده اشتباه است که دوستان عوضی چهره زشت و هیکل بدقواره شهر بدی که در آن زندگی می،, می کردم و مدرسه بدی که به آن می رفتم به من تحمیل شده است بنابراین به خودم حق می دادم که آدم بدی باشم در قلبم حس می کردم که این مشکلات بیرونی علت تنهایی، عصبانیت و نارضایتی من است خیال می کردم اگر به اندازه کافی ثروتمند بودم که بتوانم مثلا در کشوری اروپایی زندگی کنم یا به مدرسه خارجی بروم یا اگر لباسهای قشنگ و یک حساب بانکی خیلی خوب داشتم آن وقت دنیا زیبا می شد و تمام مشکلات من از بین می رفت. من در تله معروف فقط اگر گرفتار شده بودم. اگر فقط اینجوری بود آن وقت همه چیز خوب می شود. من هم خوب می شدم. این توهم مدت زیادی طول نکشید. وقتی این خیال بافی از بین رفت با بدترین کابوس هم در زندگی روبرو شدم. فهمیدم که سرچشمه تمام این مشکلات خودم هستم. لاغر مردنی، نقصدار، سطح پایین، عصبانی و احمق بودم. تقریبا 17 سال طول کشید تا بفهمم که کی هستم. تمام درخشندگی و زیباییم، همه ی عیب و نقص هایی که داشتم، حالا دیگر برایم قابل توجیه بود. این فیلم برای صفحه نویده داریه تهیه شده است.